سلام خدمت همه شما عزیزان، امروز میخواییم بخش Language Functions از کنکور زبان تخصصی سال 1401 رو با هم کار کنیم. همونطور که میدونید این بخش دانش شما رو از اصطلاحات، در واقع idioms در زبان انگلیسی میسنجه و نه تنها در مورد اینکه آیا معنی اون idiom رو خوب میدونید یا نه، بلکه اینکه در چه فضایی اون idiom باید به کار بره. به خاطر همین در پایان این ویدیو من یه توضیحی میخوام بهتون بدم بابت اینکه چه جوری بتونید idiom های بیشتری رو یاد بگیرید و اونها رو بهتر یاد بگیرید. خب بریم سراغ اولین سوال، در واقع سوال 131. Do you think I could use your computer to type my research paper? خب سوال میگه که فکر میکنی که آیا من بتونم، یعنی در واقع داره اجازه میگیره، میتونم از کامپیوترت استفاده کنم برای اینکه این ورقه تحقیقم رو چاپ بکنم. یادتون باشه بچه‌ها، بعضی وقتا کلمه paper وقتی به تنهایی به کار میره به معنی کاغذ نیست صرفاً. وقتی paper غیر قابل شمارشه میشه کاغذ. بنابراین وقتی به یکی میخوای بگی یه کاغذ بده، دو تا کاغذ بده، یه تیکه کاغذ بده، باید به صورت غیر قابل شمارش به کار ببری. هیچ وقت نباید بگی give me two papers، باید بگی give me two pieces of paper یا give me some paper. حالا کجا paper به صورت قابل شمارش به کار میره؟ یعنی کجا میگیم a paper یا three papers؟ یک، وقتی که معنیش میشه روزنامه. دو، وقتی که معنیش میشه مثل اینجا در واقع به پروژه تحقیقی. و سه هم وقتی که به معنی داکیومنت، مدرک و سند هست. این نکات جانبی به نظرم براتون مفید میاد، جاهایی ممکنه به دردتون بخوره، به خاطر همین جدای از این که فقط سوالها را جواب میدیم به این نکات هم میپردازیم. اما نفر دوم چی میگه؟ If you don't blank یعنی جای خالی، waiting a couple of hours. همیشه بهتون گفتم وقتی که میخواین جای خالی رو پر کنین، قبل از اینکه کلمتون رو انتخاب کنید ببینید که اون جمله چه مفهومی رو میخواد برسونه به شما در صورت کامل شدن، و این کار سختی نیست حدسش. یک، به این دلیل که خود جمله شما فقط یک کلمه یا یه اصطلاح کوچیکو ازش ندارید ولی کلی کلمات دیگه در جمله حاضر هستن. دو، قبلش سوالی مطرح شده، یا اگه مثلا بخش غیر از این بخش باشه، خب به هر حال پشت اون جای خالی، بعد اون جای خالی، جملات کناریش به شما کمک میکنن. اگه درست حد زده باشید اینجا داره میگه که اگه بتونی یه چند ساعتی، البته a couple of معمولا به معنی دوه ولی میتونه 3-4 ساعت هم معنی بده، اگه بتونی یه 2-3 ساعتی صبر بکنی بله. خب حالا این جمله رو چجوری باید کامل کنیم که مفهومش بشه اگر مشکلی نداری که یه 2 ساعتی صبر کنی؟ گزینه اول try هست، به معنی سعی کردن یا امتحان کردن، که خب در هر دو معنی اینجا به درد ما نمیخوره. معانی دیگه ای مثل محاکمه کردن هم داره. من معمولا اون معانی برجسته کلمات رو به شما میگم. گزینه دو که جواب صحیحه میشه mind. ببینید وقتی ما mind رو به عنوان فعل به کار میبریم، اشتباه نکنید، ربطی به فکر کردن یا تعقل نداره، چون به عنوان اسم mind یعنی فکر، قوه تفکر. وقتی mind رو به عنوان فعل به کار میبریم، بعدش فعل ما حتما باید ing دار باشه، که میبینید اینجا این قضیه رعایت شده. و mind به معنی اینه که وقتی شما میگید I mind doing something، دقت کنید، I mind doing something یعنی انجام اون کار برای من درد سرسازه، اذیتم میکنه، خوشم نمیاد انجام بدم. و البته این حالت مثبت این فعل بسیار نادره. اون چیزی که رایجه اینه که به صورت در واقع یا سوالی به کار میره یا به صورت منفی. مثلا من میخوام پنجره رو باز کنم، هوا کمی بیرون سرده، از شما میپرسم Do you mind if I open the window؟ یعنی مشکلی نداری؟ مشکلی داری؟ ناراحت میشی؟ اذیتت میکنه اگه من پنجره رو باز کنم؟ و شما جواب میدی مثلا میگی Not at all، I don't mind مثلا having some fresh air، یعنی نه ناراحتم نمیشم، بعدم هم نمیاد یه هوای در واقع مثلا تازه‌ای داشته باشم، تنفس کنم. پس اینجا جواب میشه if you don't mind waiting a couple of hours، یعنی اگر 2 ساعت صبر کردن تو رو اذیت نمیکنه. گزینه سوم go easy on، یعنی با کسی مدارا کنی، سخت نگیری، اذیتش نکنی، زیاد بهش فشار وارد نکنی، چیزی که مثلا مدارس امیدوارم روزی بهش برسن. Go easy on the students in terms of homework، یعنی از لحاظ homework واقعا به بچه ها اینقدر سختگیری نکنن، و البته امتحانایی که میگیرن و واقعا
شاید خیلیاش زائد باشه. و قسمت آخر take part in که شرکت کردن در چیزی. میریم 132، بازم یه جای خالی داریم. میگه after dinner do you want to catch a movie؟ میگه بعد شام دوست داری بریم یه فیلمی ببینیم. اصطلاح catch a movie رو هم یاد میگیریم. بله، catch به تنهایی یعنی یه چیزی رو گرفتن، به خصوص وقتی با سرعت میگیریم، مثلا یه مگسی داره دور سرت میچرخه اونو میخوای بگیری میشه catch. ولی catch a movie یعنی بریم یه فیلمی، خلاصه اصطلاح خودمون یه فیلمی بزنیم تو رگ. و بی جواب میده sure I'm always جای خالی a good movie. خب وقتی که میگه sure یعنی جوابش مثبته، پس در ادامه وقتی میگه I'm always جای خالی a good movie یعنی من همیشه عاشق یه فیلم خوبم، همیشه یه فیلم خوبو دوست دارم، همیشه پایه یه فیلم خوبم، و به همین دلیل جواب ما میشه گزینه یک. وقتی شما میگی I am up for something یعنی من پایه اون something هستم، بریم آقا، من پام، من هستم. گزینه دو up to، وقتی میگیم she's up to something، Hey, the kids are so quiet. I think they are up to something. ببین بچه ها صداشون در نمیاد. من فکر کنم اینا دارن یه دستگلی به آب میدن. وقتی که میگیم کسی somebody is up to something یعنی اون طرف داره کاری انجام میده که این کار یه کار درد سرساز و خطرناک یا بدیه یا غیر قانونی، حتی میتونیم تو این فضاهای غیر قانونی هم به کار ببریم. گزینه 3 این مفهومی نمیده در جمله ما، و همینطور گزینه 4. اما 133 دیالوگ طولانی تریه. Excuse me, I just arrived on the flight from Atlanta and my suitcase is missing. ببخشید، من همین الان از با پرواز آتلانتا اومدم، با پرواز از آتلانتا اومدم و این چمدونم، اون ساکم چمدونم گم شده. کلمه just در این جمله به معنی همین چند دقیقه پیش، همین چند ساعت پیش، همین دو روز پیش، یعنی همین یه مدت کوتاهیه. حالا یه جایی دو روز در یک فضایی دو روز میشه مدت کوتاه، در یک فضایی دو ثانیه میشه مدت کوتاه. میخواد بگه چند دقیقه که اومدم. نفر بعدی میگه Well, we'll do our best to your bag as quickly as possible. قاعدتا میخواد با توجه به کلماتی که میبینیم بگه باشه، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اون مثلا چمدون تو به سرعت پیدا بکنیم. خب گزینه اول کال داونه که اینجا معنی نمیده. ببینید کال داون در فضای اینفورمال به معنی دعوا کردنه، مثلا دعوا کردن یه بچه هست یا کسی که اشتباه کرده. یه مفهوم دیگه هم داره که مثلا شما از خدا کسی رو نفرین میکنی، از خدا میخوای مثلا بدبختی بهشون نازل کنه. حالا زیاد وارد استفادهش نمیشم. گزینه دوم drop in یعنی به کسی یا به جایی سر زدن. یادتونم باشه که با حرف اضافه on به کار میره بعد از این، یعنی مثلا میگه I dropped in on Jack last week، هفته پیش یه سری به جک زدم. گزینه سه back up، حتما خیلیاتون شنیدید، به معنی support و اینجا معنی نمیده. و اما گزینه 4 track down به معنی find و گزینه صحیحه. اما حواستون باشه track down که به معنی find پیدا کردنه، جاهایی به کار میره که شما یه چیزی رو دنبالش میری رد پاشو پیگیری میکنی، میبینی اول کجا بوده بعد کجا بوده اونو پیدا میکنی. مثلا تو این فیلم ها وقتی یه پلیس میخواد یه کریمینال رو بگیره یا یه گروه کریمینال میخوان یه کریمینال دیگر رو بگیرن تنبیه کنن، میرن پیگیری میکنن این اول کجا بوده از اونجا کجا رفته، اینجوری ترکشو یعنی مسیرشو رد پاشو دنبال میکنن. حالا اینم میگه خلاصه پیگیری میکنیم ببینیم چمدون تو از اونجا تا اینجا اومده کجا رفته چی شده. و جواب صحیح میشه شماره 4. در ادامه نفر اول میگه What if my suitcase is lost؟ جای خالی. خب یکم سخته که شاید شما بتونید حدس بزنید معنی کامل جمله چی میخواد باشه، چون تا قبل جای خالی میگه خب اگه چمدون من گم شده باشه جای خالی چطور؟ ولی میشه حدس زد یعنی مثلا جوری گم شده که خیلی سخت باشه پیدا کردنش. بریم گزینه ها رو ببینیم. گزینه اول for good. For good یه اصطلاح خودمونیه و بسیار پرکاربردی به معنی forever یعنی برای همیشه، و میبینید که جواب صحیح همین عبارته. میگه یعنی اگه چمدونم برای همیشه گم بشه، کلن گم بشه و پیدا نشه چی؟ گزینه دوم on thin ice، گزینه سه in the wind، گزینه چهار out of the blue، هیچ کدوم صحیح نیستن. گزینه دو on thin ice وقتی که میخواییم بگیم یه چیزی مثلا توی شرایط نامطلوبی قرار داره، زیاد قابل اعتماد در واقع برای ما نیست.
عبارت in the wind یعنی این که یه چیزی در واقع هنوز جزئیاتش مشخص نشده، هنوز اون سر و سامون خودش رو پیدا نکرده. ببینید هیچ کدوم اینا این معنی جمله ما رو کامل نمی کنن. گزینه 4 out of the blue یعنی به طور خیلی ناگهانی یه دفعه. 135 خب جمله بعدی نفر دوم میگه bag it usually turns up so let's جای خالی میگه ببینید این کیف و این جور چیزا چمدونا معمولا پیدا میشه. turns up turn up در واقع همون show up یعنی arrive وارد شدن. مثلا میگی 10 people showed up یا turned up مثلا for the party مثلا برای مهمونیمون این تعداد آدم اومدن، ولی اینجا یعنی اون در واقع چمدونه پیدا میشه و میگه پس بیا با همدیگه یه کاری بکنیم که حالا تو جای خالی ببینیم اونو چی میخواد بگه. گزینه اول تو 135 میشه take a rain check. نه این جواب صحیح نیست. take a rain check on something یعنی این که یه کاری رو حالا فعلا بندازیم عقب بعدن انجامش بدیم. شماره دو add insult to injury یعنی مثلا در واقع وقتی به یک کسی صدمه زدی، خسارتی وارد کردی، حالا دوتا حرف بدم میزنی و اونو بدترش میکنی به جای عذرخواهی کردن. اینم اصلا به درد ما نمیخوره اینجا. take it with a grain of salt ببینید وقتی که میگیم you should take what she says یا what he says with a grain of salt یعنی چیزی که اون میگه رو نباید خیلی راحت باور بکنی، کاملا باور نکن، ممکنه یه مقدارش چاخان باشه، یه مقدارش اشتباه باشه. و اما گزینه 4 میمونه که گزینه صحیحه cross that bridge when we come to it. میگه این بگج، این در واقع کیف و چمدون و اینا معمولا پیدا میشن، پس بذار وقتی به اون قسمت، به اون مشکل رسیدیم در موردش نگران باشیم و ناراحتی کنیم. یعنی میخواد بگه تا وقتی که مشکلی پیش نیومده در موردش انقدر نگران نباش، حالا با خودت نگو وای اگه گم بشه برای همیشه چی میشه، پیدا نشه چی میشه، بذار فعلا بریم روندش رو طی کنیم، اگر نشد حالا اون موقع در واقع چاره‌ای میاندیشیم دیگه. پس اصطلاح cross that bridge when we come to it. و اما خط آخر نفر اول دوباره میگه I'm really up the creek now. اول یه چیز در مورد جمله قبلی بگم، دقت کنید که baggage هم، ببینید بچه ها یه اشتباه بسیار رایجی که زبان آموزا دارن اینه که baggage رو به صورت قابل شمارش به کار میبرن، میگن my baggages یا میگن I had two baggages a baggage. نه ببین baggage رو بدون هیچ آرتیکلی آورده و میگه usually turns up یعنی غیر قابل شمارشه و البته مترادفش میشه luggage. اما جمله آخر میگه I'm really up the creek now. creek به رودخونه، به یه نوع رودخونه میگن، ولی وقتی میگیم somebody is up the creek یعنی طرف تو درد سره، یعنی این خانومه یا آقای میگه واقعا تو درد سر افتادم حالا به خاطر گم شدن چمدونم. it جای خالی my mind how you can just lose someone's luggage میگه که یه چیزی جای خالی ذهن منو یه کاری میکنه. اون جای خالی کلمه‌ای باید باشه که به فکر من مربوطه که چه جوری ممکنه شما لاگج یه نفر رو آخه گم بکنید. ببینیم کدوم از کلمه‌ها جمله رو کامل میکنه. گزینه اول hovers. hover به معنی بالا سر چیزی بودن و فرود نیومدنه. بخواد اگه شنیده باشید اون ماشینی که اون در واقع خودرو وسیله نقلیه که هم در آب هم در خشکی راه میره بهش hovercraft میگن. hovercraft craft خب به هر چیز وسیله نقلیه میشه craft، یعنی آخر یک سری کلمات میاد که به وسایل نقلیه اشاره میکنن و hovercraft چون یک مقدار اینطور که من شنیدم وقتی رو زمین حرکت میکنه بالاتر از سطح زمین راه میره. گزینه دوم shames. خب نمیشه گفت shames my mind یعنی ذهن منو به خجالت میندازه، اینم غلطه. گزینه سه که درسته it boggles my mind یعنی واقعا ذهن منو مغشوش میکنه، یعنی منو confuse میکنه، گیج میشم آخه چطور ممکنه شما لاگج منو گم یا آدمو گم کنید. و آخری هم shoots که در واقع اینجا هیچ ربطی به جمله ما نداره. سوال 137 جمله اول your name جای خالی do you work at Herco insurance. ببینیم که گزینه ها چی هن اونجوری جواب صحیح رو پیدا کنیم. گزینه اول rings a bell بله جواب صحیحه. وقتی میگیم your name rings a bell your face حالا شاید بشه گفت rings a bell، یه اسمی در شما رینگ ابل میکنه یعنی آشنا به نظرتون میاد، پس میگه اسمت برام آشناست. آیا در مثلا شرکت بیمه هرکو کار میکنی؟ گزینه های بعدی spill the beans میدونید spill به معنی ریختن، نه ریختن با دقت مثلا دستت میخوره آب یا یه چیزی پخش میشه رو میزت.
این میشه spill و beans هم میشه لوبیاها. Spills the beans یعنی اون یه سری رو لو میدی، یه رازی رو که باید نگه میداشتی رو لو میدی. Misses the boat یعنی یک موقعیت خوب رو از دست میدی و leaves no stone unturned یعنی زمین و آسمون رو میگردی، دنبال یه چیزی داری میگردی پیداش کنی. And you leave no stone unturned یعنی هر سنگی رو که میرسی ترنش میکنی و زیرش رو میبینی. شماره 138. I used to be and say عذر میخوام همچنان 138 عذر میخوام. I used to be in sales there. I left about a year ago. میگه من قبلا اونجا تو بخش فروشش بودم. میدونید که used to به چیزی اشاره میکنه که ما در گذشته انجام میدادیم و الان دیگه انجام نمیشه. I left about a year ago و یه سال پیش حدوداً اونجا از اونجا اومدم بیرون. نفر بعدی میگه I used to work at Comtech International. You sold us our insurance plan. میگه منم قبلا تو فلانجا کار میکردم، شما اون در واقع بیمه رو که ما گرفتیم و شما به ما فروختید. نفر بعدی میگه Yes, that's right. بله درسته. It's خب خیلی جمله کوتاهه، حتما باید گزینه ها رو ببینیم تا بتونیم متوجه مفهوم جمله بشیم. It's fit as a fiddle. نه، fit as a fiddle به آدم میگن وقتی آدم حسابی رو فرمه و سلامته و بدنش و جسمش سالمه، میگن he is as fit as a fiddle. شماره 2 بماند. حالا میگم بچه خیلی جزئیات هست، من نمیخوام خیلی طولانیش کنم. فیدل یه آلت موسیقیه، یه چیزی که تو دستتون میگیرید مثل ویولون، مثلا روی اون آلت موسیقی میکشید و اون چون خیلی نازک و باریکه مثلا میتونه از اونجا گرفته شده باشه. بماند. شماره 2 It's a small world. بله جواب درست همینه، دنیای کوچیکیه. عجب دنیای کوچیکیه واقعا، آدم با آدم میرسه، میگن کوه به کوه نمیرسه، یه همچین چیزیه. پس جواب صحیح همینه، بسیار شبیه فارسی خودمونه. گزینه 3 It's on cloud 9. اولا که on cloud 9 نمیتونه با it به کار بره چون همیشه آدما. حالا ممکنه یه حیوانی هم شما یه کاری بکنی خیلی خوشحال شه بشه اینو در موردش گفت، ولی معمولا آدما can be on cloud 9 یعنی اینکه بسیار بسیار خوشحال بابت اتفاقی که افتاده. و گزینه آخر a rule of thumb، میدونید rule یعنی قانون، thumb یعنی انگشت شست، شست دست، و rule of thumb یعنی یه قانونی که یه مقدار تجربه داشته باشی اینو خودت متوجه میشی. مثلا میگیم as a rule of thumb if you work harder you earn more. مثاله، حالا کاری ندارم حتما درسته یا نه، میگه یه قانون خیلی ساده و منطقی وجود داره که هرچی بیشتر کار کنی بیشتر درآمد خواهی داشت. بریم سراغ قسمت آخر 139 و 40، دیالوگ آخرمون. جن، have you set a date for the wedding yet؟ جن، آیا برای اون عروسیتون تاریخی رو مشخص کردی؟ Not exactly. Things are up in the and we're not sure if our families can on the day we want it. خب جمله آخرم بخونیم. Hopefully we'll know soon and we'll let you know as soon as possible. خب میشه حد زد که این نفر دوم میخواد بگه که هنوز اوضاع مشخص نیست و ما مطمئن نیستیم که خانواده هامون بتونن اون روزی که ما میخواییم خودشونو به ما برسونن. بریم ببینیم گزینه هامون چی هستن و چجوری میتونیم این جمله رو کامل کنیم. نگرانم نباشید اگر جمله رو میخونید و اینطور که من تعبیر میکنم شما بدون پیدا کردن جواب متوجه مفهومش نمیشید. اگر تونستید بدون پیدا کردن جواب، بله، برید مفهوم جمله رو در بیارید و بعد دنبال جواب بگید. اگر نتونستید به گزینه ها یکی یکی نگاه کنید، داخل جای خالی بذارید و ببینید کدوم معنی جمله شما رو کامل میکنه. خب برای 139 گزینه اول air، things are up in the air و این جواب صحیحه. بله وقتی میگیم things are up in the air یعنی هنوز همه چی یه جورایی رو حواست، مشخص نیست، هنوز تصمیم نگرفتیم. کلمات بعدی هیچ کدوم معنی این عبارت رو کامل نمی کنن. میدونید sky یعنی آسمون، cliff یعنی صخره و windmill یعنی آسیاب بادی. And we're not sure if our families can جای خالی on the day we wanted. خب این حد زدنش راحت تر، یعنی بتونن اون روزی که ما میخواییم بیان. گزینه اول show it. نه، اگر میگفت show up، همونطور که بالا بهتون گفتم مثل turn up یعنی وارد بشن، بیان، اون موقع میشد گزینه یک رو انتخاب کرد، اما show it نه. گزینه دو turn in. turn in همین معنی رو نمیده، یعنی معنی به درد بخور اینجا نمیده. یکی از رایج‌ترین معانی turn in خوابیدنه. میگه مثلا I usually turn in at 10
in the evening. من معمولا 10 میرم بخوابم. معانی دیگری هم داره که حالا بمانم. گزینه 3 که گزینه صحیحه make it. ببینید وقتی که ما میگیم you can make it دوتا مفهوم داره. یک مفهومش که بسیارم هر دو مفهوم رایجن، یکیش اینه که میتونی خودتو به جایی برسونی. مثلا میگی که my flight پرواز من فلان ساعت بلند میشه. My flight takes off at 9 p.m. If I set out at 7, do you think I can make it to the airport in time? میگه اگه 7 از خونه راه بیافتم فکر میکنی به موقع بتونم خودم رو برسونم به پروازم برای ساعت 9؟ میگه Do you think I can make it to the airport? پس این یه مفهوم. مفهوم دوم make it کلن موفق شدن در کاریه. مثلا من به شما میگم Hey, I've heard you've started a new business. Bravo, I'm sure you can make it. مطمئنم که موفق خواهی شد. و اما گزینه آخر tag along که به معنی همراه کسی رفتنه، همراه کسی، پشت سر کسی و همراهی کردنشه که اونم اینجا معنی دقیقی به ما نمیده. بسیار خوب دوستان، امیدوارم این براتون مفید بوده باشه. اما یه چند تا نکته میخواستم بگم در مورد اینکه چجوری دانش خودتون رو از EDM ها افزایش بدید. اول اینکه یه سری کتاب ها هستن. ببینید کتاب EDM بسیار زیاده. دیکشنری های معتبر هم EDM های بسیار پرکاربردی رو در دل خودشون دارن. ولی واقعا کتاب های EDMی که به من ثابت شده کتاب های خوبی هستن، منابع قدرتمندی هستن، میتونم مثلا یکیشو بهتون معرفی کنم، American Idioms Dictionary که در واقع مال NTC هست. اسم اون ناشر، اون در واقع تهیه کننده این کتاب NTC و اسم کتاب American Idioms Dictionary. یکی دیگه باز هم مال NTC و Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions. Colloquial Expressions یعنی عبارت‌های محاوره‌ای. تکرار می‌کنم، NTC's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions. و یک کتاب دیگه که البته یه مقدار حجمش از اینا کمتره ولی اونم بسیار کتاب خوبیه، دیکشنری لانگمن ایدیومز دیکشنری هست. لانگمن ایدیومز دیکشنری. این سه تا کتاب، میگم کتابای زیادی هستن ولی این سه تا کتاب واقعا کتابای خوبی ان. مطمئنن زمان زیادی میبره شما اینا رو بخواید بخونید ولی به هر حال کتابای خوبی ان. اما نکته دوم و نکته آخر، من میدونم که شما به خاطر کنکور، به خاطر فشاری که این امتحان بیمنطق داره به شما وارد میکنه، خب میخواهید خیلی ضربتی یه سری چیزها رو یاد بگیرید. بهتون حق میدم تا حد زیادی، ولی واقعیت قضیه، چه خوشتون بیاد دوستان چه خوشتون نیاد، واقعیت اینه که EDM یاد گرفتنم مثل یاد گرفتن زبان یا هر چیز دیگه‌ای باید سرعت طبیعی خودش رو طی کنه. بنابراین بهترین روش اینه که ما نریم و تون تون EDM حفظ کنیم. این فقط توهم یادگیری رو به ما میده. شما ممکنه این EDM ها رو حفظ کنی، حالا درصد خوبیش هم اصلا یادتون بمونه، ولی به ندرت میشه که موقع صحبت بتونید اینا رو در آینده به کار ببرید. بله جایی بشنوید ممکنه یه سریاش براتون آشنا بیاد و بگید آها بله این معنی رو داره، حفظ کردم. ولی برای اینکه بتونید اونا رو توانمندانه یاد بگیرید و در صحبت هاتون به کار ببرید به صورت طبیعی، در فضای درستش یاد بگیرید، فیلم ببینید، مطلب انگلیسی گوش بدید، انواع مختلف انگلیسی رو گوش بدید، فقط مثلا ترانه گوش ندید، فقط مثلا فیلمای نمیدونم درجه پایین هالیوود رو نرید نگاه کنید، هر چی جلو راهتون میاد نگاه کنید. پس قاعدتا اصطلاحات پرکاربرد و اصلی تر رو بیشتر خواهید شنید. من امروز رو این بخش با شما کار کردم دوستان، ولی من اصلا موافق اینجور تست گرفتن نیستم. ببینید کسی که این سوال ها رو طرح میکنه، به هر حال یه کتابی هم ممکنه جلو خودش بذاره و یه سریا رو همون لحظه از اونجا در بیاره. اگه خودت بری و از اون آدم یه ماه دیگه بپرسی، اینا رو بپرسی یا ازش بخوای که یه جوری بخوای تستش کنی ببینی خودش چقدر از اینا نالج داره، میبینی خیلی توانمند نیست خودش در استفاده از اینا. و این روش طبیعی برای سنجیدن زبان یک نفر نیست. خب من خیلی صحبت دارم در مورد کنکور اگه بخوام براتون بگم که چرا اینقدر ایراد به این امتحان وارده. من سعی می‌کنم قسمتایی رو که باهاتون کار میکنم به نحو احسن براتون اجرا کنم، ولی در کل این امتحان خیلی عادلانه ای نیست و خیلی صحیح مهارت ما رو نشون نمیده.
اطاله کلام نکنم دوستان، امیدوارم که استفاده کرده باشید در این ویدیو. ممنون میشم که ویدیوهای ما رو با دوستانتون و دیگران شیر کنید و ممنون از لایک ها، کامنت ها و سابسکرایب هاتون. روز خوبی داشته باشید، تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.